سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس باش حمله به زیر های دینی وابسته به سفارت سعودی در کشور مالزی به شیعیان این کشور را محکوم کرد به گزارش شیع ویوز شیع رایس باش در این بیانیه ضمن اعلام انزجار شدید خود از این اقدام سعودی ها آن را عملی تحریک در راستای ایجاد فتنه در جوامع اسلامی مالزی توصیف کرد این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از حکومت عربستان و سعودی خواسته تا در این زمینه اقدامات لازم را بر اساس قانون اتخاذ نمایند عبدالرحمن ابراهیم الربعی مسئول زیر مجموعه دینی سفارت عربستان در کوالالامپور سخنانی گفته باید از فعالیت دینی شیعیان خصوصا فعالیت که مقدمات همزیستی مسلمت را ایجاد می نماید جلوگیری نمود چرا که آنان منحرف هستند شرایس باش در ادامه به اشاره به همایش المدل در مالزی افزود این زیر مجموعه دینی افراتی از سفارت عربستان با حضور در همایش ملی حرکت علمو شیعیان را مورد حجمه و تهمت قرار دادند. سخنران وحابی ها در این همایش مردم را علیه شیعیان تحریک نموده و گفت هیچ وجه اشتراکی بین شیعیان و اهل تسنن وجود ندارد او همچنین در راستای تهمت زنی به شیعیان افزود شیعیان آنگونه که اهل تصنم به قرآن اعتقاد دارند معتقد نیستند و آموزه مخالف و مبانی اسلامی دارند بر اساس این گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایسواش در واکنش به این سخنان با ارسال دو نامه جداگانه به حکومت مالزی و عربستان و سعودی از آنها خواست تا این فرد را از سمت خود برکنار نموده و تنبیه نمایند شیر باش در بیانیه خود عبدالرحمن ابراهیم الروبعی را به کسانی تشبیه کرده که اهل تسنن را بر علیه شیعیان میشورانند